عفو بین الملل، بیانیه برای اقدام فوری. ایرانیان تبعیدی ربوده شده در اسارت عراق. 19 نوامبر 2013، 28 آبان 92. بنابر منابع قابل اتکا، 7 گروگان در یک اسارتگاه غیر رسمی در مرکز بغداد نگهداری می شوند. در حال حاضر دانسته شده است که 7 ایرانی تبعیدی ربوده شده در اول سپتامبر توسط نیروهای امنیتی عراقی در یک اسارتگاه غیر رسمی در مرکز بغداد نگهداری می شوند. آنها تحت خطر شکنجه و سایر بدرفتاری ها هستند و ممکن است که به زور به ایران بازگردانده شوند. بنابر منابع قابل اتکا، این 7 نفر در اواخر ماه سپتامبر با حفاظت خیلی بالا به یک اسارتگاه غیر رسمی در فرودگاه سابق المثنا در مرکز بغداد منتقل شدند. این 7 نفر هنوز زیر تحقیقات هستند. آنها شامل 6 زن و 1 مرد، همگی اعضای گروه اپوزیسیون ایرانی سازمان مجاهدین خلق ایران هستند. این 7 ایرانی تبعیدی روز اول سپتامبر از کمپ اشرف حدود 60 کیلومتری شمال شرق بغداد در استان دیالی، هنگامی که مردان مسلح به کمپ حمله کردند و 52 ساکن را به ضرب گلوله به قتل رساندند، ربوده شدند. فیلم های ویدئویی و عکس ها نشان داد که بسیاری از 52 نفر به ضرب گلوله به سرشان، در حالی که به برخی از آنها دستبند زده شده بود، به قتل رسیدند. شاهدین عینی از کمپ گفتند که آنها مشاهده کردند که 7 نفر دستبند زده شده مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به زمین انداخته شده و بعد با یک مینیبوس سفید از محل بیرون برده شدند. عفو بین الملل خواستار فراخوان دادن فوری به مقامات عراقی برای آزاد کردن بلادرنگ 7 گروگان است و اینکه بلادرنگ محل استقرار این افراد را اعلام کنند و تضمین کنند که این 7 نفر از شکنجه و سایر بدرفتاری ها محفوظ خواهند بود و به وکیل مورد نظر خود دسترسی خواهند داشت. عفو بین الملل ممنوعیت بازگرداندن اجباری افراد به کشوری یا مکانی که ممکن است در آنجا با تهدید جدی نقض حقوق بشر از جمله شکنجه روبرو شوند را به مقامات عراقی خاطر نشان می کند.